دانشجوی دکترای اقتصاد هستن، حوزه تخصصیشون اونجاست، ولی خودشون براتون میگن که چی شد این کتاب، از کجا اومد و داستان چیه. من دیگه وقت شما رو نگیرم، یه تشویق به افتخار ایشون بفرمایید. و به نام خدا، صدای من میاد؟ سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. من امیرحسین میرابوطالبی هستم، همونطور که رو جلد کتاب احتمالا میتونین الان راحت ببینین. حوزه تخصصی که من توش فعالم اقتصاد، مدیریت، علوم شناختی تا حدی و ترکیب اینها هست. و کتاب پیش روتون هم از آقای دن آریلی، اقتصاددان در واقع رفتاری هستش که یکی از مشهورترین اقتصاددانهای رفتاری دنیا هستن ایشون، که البته آثارشون تو حوزه مدیریت و منابع انسانی هم خیلی بازخورد داشته. من سعی میکنم که خیلی وارد محتوای در واقع تئوریک نشم و شاید یه داستان ها و یه آزمایش هایی رو فقط براتون تعریف بکنم که بعضیش داخل این کتاب ذکر شده. ما تو علوم شناختی اصولا میگن که یه سخنران حدود 20 تا 30 ثانیه وقت داره که مخاطباشو جذب کنه، وگرنه بعد از اون 20 تا 30 ثانیه اگر جذاب نباشه منتالی چک اوت میکنن. ممکنه که حضور فیزیکی داشته باشن اما دیگه پرواز کرده ذهنشون پیش شما نیست. منم حالا تلاشمو میکنم که شما منتالی چک اوت نکنید تا جایی که ممکن باشه. خب، آدم ها موشند و پاداششان پنیر. چرا یه همچین چیزی رو من اووردم و چرا همچین چیزی رو ذکر کردم؟ اصولا برداشت ما از انگیزه و نگاهی که نسبت به انگیزه داریم یه همچین چیزی، حتی اگه رومون نشه بگیم یا حتی اگه خودمون ندونیم یا حتی اگه به نظرمون بیاد که نه ما اصلا اینطوری نیستیم، اما واقعیت اینه که تا حدی همین شکل و شیوه رو پیگیری میکنیم. اکثر ما، اکثر مدیرا، اکثر کسایی که حداقل من باشون سر و کار داشتم، اکثر سازمان ها، نه داخل ایران الزاماً، داخل ایران و خارج از ایران، نگاهشون به انگیزه به این شکل هست که یه پاداش ملموس بیرونی باعث انجام یه کاری میشه. یعنی شما فرض کنید که یه کاری رو انجام بده، در مقابلش یه چیزی رو بگیر، خیلی مشخص و واضح، چیزی که تو اون هزار توهایی که برای موش‌ها طراحی میشه در واقع مشخصه که شما این هزار تو رو تموم کن در نهایت به پنیر برس. شاید برای انسان‌ها هم به شکل مالی شما در واقع تعریف میکنیم، میگیم که شما یه شکل و شیوه‌ای رو پیگیری بکن، یه کارایی رو انجام بده، در مقابلش یه حقوقی رو بگیر. و خب انتظارمون هم این هستش که اون افرادی که پیش رومون هستن انگیزه رو داشته باشن دیگه. خب بالاخره حقوقشون رو دارن میگیرن، پاداش مادیشون رو دارن دریافت میکنن و باید اون کار رو انجام بدن. ازتون میخوام که یکم خودتون، حالا به عنوان مدیر یا به عنوان کارمند یا به عنوان کسی که هم مدیریت کرده و هم شاید مدیریت شده، تصور خودتون رو یه چند لحظه با خودتون، اتفاقایی که شاید تو محیط کار داشتین رو دوره بکنیم تا بعد برسیم به بعدی. خب ببینیم اصلا انگیزه رو، حالا بعد از اینکه این ادعا رو مطرح کردیم، ببینیم خود دیکشنری در مورد انگیزه چی میگه. The act or process of giving someone a reason for doing something. خب شاید کیورد اینجا همون reason باشه. reason دادن، دلیل دادن به یک نفر برای انجام یک کار. این تعریفیه که مریام وبستر از انگیزه، از motivation ارائه میده. یا the condition of being eager to act or work، حالت اشتیاق، حالا eager بودن رو خودتون بهتر از من میدونید، eager بودن نسبت به کار. چقدر واقعا نگاه ما یه همچین چیزیه؟ بریم دو سه تا، اول یه همچین معادله انگیزه ای رو در نظر بگیرید. این در واقع عوامل رو نگاه بکنید، ببینید برای خودتون، برای کارمندانتون چقدر هر کدوم واقعا تأثیر گذارن و چقدر ما بهشون اهمیت میدیم. پول طبیعتاً بخشیشه، دستاورد، رضایت، هدف، احساس پیشرفت، تأمین بازنشستگی، مراقبت از دیگران، میراثی که از خودتون به جا میذارید، حالا الزام معنی مادیش نه، همسر و فرزندان، احساس غرور و همه چیزهای دیگه. خب اجازه بدید بریم ببینیم که چطور میتونیم انگیزه رو نابود کنیم.
اگه موافق باشید با یه دو سه تا مثال ببینیم که چطور میشه انگیزه رو از بین برد. این اولی رو نمیدونم باش آشنایید یا نه، لگوه، لگو بیونیکل که خیلی لگوه محبوبی هم هست. چه ارتباطی داره لگو به انگیزه؟ آزمایشی انجام شده توی حوزه در واقع انگیزه که به یه سری افراد یه سری لگو میدن برای درست کردن. عرض میکنم همه ما خب لگو رو اصولا دوست داریم، حالا یا خودمون یا بچه هامون بازی کردن با لگو. من خودم احتمالاً موقعی که بچه تر بودم و شما موقعی که حالا نمیدونم به شما رسیده یا نه بعضیا، و حالا احتمالاً فرزندانتون همه لگو رو تجربه کردیم. کاری که انجام شده اینه که به یه سری افراد گفتن که آقا بیاید شما برام لگو بسازید. یه آزمایشی انجام شده، گفتن بیاید برام لگو بسازید، در مقابل لگویی که میسازید ما 2 دلار به شما میدیم. موقعی که تموم شد حالا 2 گروه میکنیم افراد رو. به یه سری از این افراد که لگو رو به ما تحویل میدن، لگو رو ازشون میگیریم میذاریم پایین میز و بهشون میگیم حالا به ازای 11 سنت کمتر آیا یه لگوی دیگه درست میکنی یا نه. برای گروه دوم به جای اینکه لگو رو بذاریم پایین میز، جلوی روشون لگو رو وا میکنیم، یعنی تیکه تیکه میکنیم لگویی که ساختن و حاصل دسترنج رو تیکه تیکه میکنیم و دوباره باز هم همون پیشنهاد رو بهشون میدیم. تصورتون اینه که تفاوتی میکنن این دوتا گروه؟ چطور تفاوت میکنن؟ نکته ای که پیش میاد اینه که افرادی که جلوی چشمشون لگو بیونیکلشون، لگو یه چیز دیگه عادیه دیگه، خیلی عادی، بر ما نباید اهمیت داشته باشه، اما لگو بیونیکلشون تیکه تیکه میشه، 4 یا 5 لگو کمتر از دیگران میسازن. یعنی تو همین مورد به همین سادگی میبینیم که اهمیت ندادن به اون معنا، به اون ریزن، به اون ایگر بودن واسه کار کردن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. بریم واسه آزمایش بعدی. آزمایش نه، این واسه یه فیلمه. نمیدونم حالا این فیلم رو کسی هست که اینجا دیده باشه یا نه. دیدین شما؟ خب خیلی عالیه. The Last Castle. یه صحنه از این فیلم هست که صحنه خیلی معروفی هم هست که یه شخصیتی به نام اروین که شخصیت اصلی فیلمه، خیلی به رئیس زندان اعتراض میکنه که تو چرا اینطوری با زندانیا برخورد میکنی. رئیس زندان هم به عنوان تنبیه بهش میگه که یه سری تخت سنگی که تو حیات زندانه از این طرف بردار بیار این طرف. شروع میکنه، همه میگن، زندانیا میگن که تو یه همچین کاری رو نمیتونی به اتمام برسونی، خیلی کار سختیه. اما شروع میکنه یواش یواش پیش میره تا در نهایت میرسه به اون تکه سنگ آخر و بلندش میکنه و میاره این بر. این حرکت رو که انجام میده همه زندان پر از شور و شوق و شعف میشه و همه دست میزنن و اینها. اما رئیس زندان بر میگرده و میگه هنوز کار تموم نشده، این تخت سنگا رو از همین جایی که آوردی دوباره برگردون همون جایی که بود. بازم این کار رو انجام میده، یعنی میبره همه تخت سنگا رو از این طرف حیات دوباره برمیگردونه همون طرف حیات. اما این طرف نه، این دفعه نه خودش خیلی خوشحاله، نه افراد خیلی تشویقش میکنن، نه زندانیا خیلی تشویقش میکنن. نکته چیه اینجا؟ معنای کار ازش گرفته شده. یعنی اون رئیس زندان خیلی آگاهانه با برگردوندن اون تخت سنگا معنای اون کار ازش گرفت. باز بریم واسه آزمایش دیگه. اون تک کاغذی که میبینید یه سری حروف رندوم روش نوشته شده. بازم توی آزمایش دیگه از افراد شرکت کننده خواسته میشه که دور حروف یکسان خط بکشن. حالا من اینجا خیلی نمیبینم، اگر شما میبینید یه سری اکس که میبینم که بغل همه دیگه چیزی پیدا میکنید، مثلا دوتا هم زد اونجا من میبینم، زی حروف یکسان. حالا خلاصه اینا رو دورش خط میکشیدن و میدن به اون نفری که داره آزمایش رو اجرا میکنه، یه چیزی شبیه همون لگو بیونیکل. فقط این دفعه ما 3 تا گروه داریم. موقعی که این برگر رو تحویل اون آزمایش کننده میدن 50 سنت دریافت میکنن و میگن که طرف ازشون میپرسه که آیا میخوای این کار رو به ازای 5 سنت کمتر هم انجام بدی یا نه. این دفعه ما 3 تا گروه داریم. چه گروهایی؟ یه گروهی که نفر آزمایش کننده برگشون رو میگیره، نگاه میکنه و میگه بله همین و این رو عکس میذاره روی میز. گروه دومی که نفر آزمایش کننده برگر ازشون میگیره، نگاه نمیکنه و برعکس میذاره روی میز. و گروه سومی که نفر آزمایش کننده برگر ازشون میگیره و میذاره تو دستگاه خرد کن.
بدون اینکه نگاه کنه که اسمش چی بوده یا چی کار کرده و اینا. از نظر چون من اقتصاد خوندم، از نظر عقلانیت اقتصادی این گروه دوم و سوم باید بیشتر کار کنن. چرا؟ چون راحت میتونن تقلب کنن، چون دیده نمیشه کارشون، میتونن اصلا هیچ کاری نکنن، فقط برن برگه ها رو بدن، اونم بذاره تو خورد کن و بیشتر پول بگیرن. عقلانیت اقتصادی حداقل این رو میگه. اما واقعیت اینه که همچین چیزی نبوده. همونطور که احتمالا الان شما هم تصور میکنین، گروه اولی که برگه هاشون دیده میشده این کار رو تا 15 سنت ادامه میدادن. یعنی 55، بعد 50، بعد 45، همینطور میومدن تا 15 سنت به صورت متوسط. گروه دوم، گروهی که در واقع انگیزشون خرد میشده، تو اون دستگاه خرد کن قرار میگرفته، این کار رو تا حدود 29 سنت انجام میدادن به صورت میانگین. عرض میکنم میانگین کاری که ادامه میدادن تا 29 سنت بوده. حالا تصورتون اینه که اون گروهی که نادیده گرفته میشد، چون سه تا گروه بود دیگه، یه سری تایید میشدن، یه سری خرد میشد و یه سری فقط نادیده گرفته میشد، تصورتون اینه که اون گروه کجا جا میگیره؟ بین این دوتا ها؟ پایین تر بالاتر؟ چطوری؟ 30 خورده‌ای؟ بین این دوتا قرار میگیره، اما بسیار نزدیک به همون گروهی که خورد میشه، یعنی 28 سنت حدودن. پیامی که این نکته برای ما داره اینه که اگه میخواین انگیزه رو نابود کنید، لازم نیست الزاما کار طرفو خورد کنید، کافیه نادیده بگیرید. یعنی همین که شما کار یک نفر رو نادیده میگیرید، اثری که میگذاره مثل اینه که کارشو در واقع انداختید تو دستگاه خورد کن. حالا بریم جلو. حالا انگیزه رو نابود کردیم، حالا ببینیم که شاید بشه کار دیگه ای رو هم براش انجام داد. پیتزا و پول و اون آخری هم نشون دهنده تحسینه. یه آزمایش دیگه های دکتر، هر وقت که زمان رو به اتمام بود به من بفرمایید. آره. یه آزمایش دیگه ای انجام شده. من گفتم نمیخوام تئوری مطرح کنم که هم شما منتالی چک اوت نکنین، همین که برای خودم یه مقدار ساده تر بشه. یه آزمایش دیگه تو اینتل، شرکت اینتل انجام شده، برای اینکه ببینن که چه پاداش هایی هستش که مؤثر و مفید واقع میشه. یه گروه قطعه سازی بودن در واقع و شیفت کاری اینها 4 روز 4 روز بوده. یعنی 4 روز کار میکردن، 4 روز استراحت میکردن. شیوهی که خود مدیرای اینتل در نظر گرفته بودن شیوه وسطی بوده. پول به این شکل که روز اولی که اینها برمیگشتن به کار، واسه شون یه هدف کاری تعیین میشده. میگفتن مثلا شما اگر 100 قطعه رو امروز سرهم بندی کنید، بهتون $30 پرداخت میشه. احتمالاً هم با این استدلال که به نظرم حداقل از دور درست میاد که اینا 4 روز از کار دور بودن، حالا یه انگیزه دوباره واسه شروع کار کردن بهشون داده میشه. همین آقای آریلی و چند نفر دیگه میان یه آزمایشی رو طراحی میکنن. اصولا البته مدیرای شرکت ها این اجازه همچین کارهایی رو نمیدن و همراه نیستن با یه همچین آزمایشات و تغییراتی، اما حالا اینتل همراه بوده. بهشون پیشنهاد میده که شما به جای این پول بیاید 2-3 تا گزینه دیگر هم امتحان کنید. یکی این که اصلا پاداش ندید، یعنی که طرف بیاد سر کارش و کار بکنه و بره. یکی این که اگر به اون سرحدش رسید یه کوپن پیتزا بهش بدید. البته پیشنهاد اولیه اینا این بوده که پیتزا رو ببرن در خونهشون، ولی چون از نظر فنی ممکن نبوده گفتن کوپن پیتزا بهشون میدیم. و یه پیشنهاد دیگه این که اگر به اون سرحد رسید مدیر شرکت یه پیام بهشون بده که مثلا باریکلا کارت عالی بود. در همین حد. تصور اولیه شما از یه همچین اتفاقی چیه؟ اگه برداشتمون همون برداشت موش و پنیر باشه، که برداشتی که واقعا هنوزم میگم شاید به صورت زمینی، شاید نگیمش، ولی هست، احتمالا مورد وسطی رو خیلی موثرتر بدونیم. بگیم خب طرف $30 گرفته دیگه، یا دیگه حداقل پیتزا رو. اما واقعیت چیز دیگه ایه. تو روز اول بعد از این که این پاداش ها داده شده، همه اینها کارایشون افزایش پیدا کرده. طبیعی هم هست، بالاخره یا پول میگرفتن میخواستن پاداشو بگیرن، یا تحسین یا پیتزا. چند درصد این مورد وسطی که پول بوده باعث شده 4.9% کارای افزایش پیدا بکنه؟ پیتزا 6.7% و تحسین 6.9%. تا
تا اینجاش هم جالبه، یعنی تحسینی که خب مالی نبوده باعث شده 6.9% کارای افزایش پیدا بکنه، ولی از اینجا جالب تر میشه. به نظرتون روز دوم و سوم چه اتفاقی میفته؟ بگین. یعنی چی؟ بیشتر میاد پایین. چه جوری؟ یعنی مثلا میشه 1.2%، 1%، 2%، 3%، عدد به نظرتون چی میاد؟ بذارید من بهتون بگم. کسی که پول گرفته تو روز دوم میزان کارایش میشه منفی 13%. نه 1% و 2%، میشه منفی 13%. و این حالا یواش یواش برمیگرده دوباره به اون خط کنترل. یه گروه هم بودن تو 4 تا گروه که گروه کنترلن دیگه. یعنی هیچ پولی بهشون، هیچ پاداشی داده نمیشه. گروه پیتزا و تحسین چی؟ اینها بعد از افزایشی که پیدا میکنن یواش یواش میان رو به اون خط کنترل، دیگه پایین تر از خط کنترل نمیان. مجموع محاسباتی که داشتن اینه که گروهی که بهشون با پاداش مالی پاداش داده شده کاراییشون منفی 6.5% کاهش پیدا کرده. یعنی شما $30 شرکت داده، علاوه بر اون $30 کارایی رو هم از دست داده. گروهی که تحسین شدن عددش فکر میکنم حدود، اگر اشتباه نکنم، 4 یا 5% درست یادم نیست، 4 یا 5% و گروهی که پیتزا گرفتن بازم بین این دوتا یه کمی کمتر. حالا حتی تصور خود من اینه که این پیتزا اگر پیتزای داغی بود که شرکت میبرد در خونه به نفر ارائه میکرد، احتمالا انگیزه رو بیشتر هم افزایش میداد، چون جذابه دیگه برای خانواده هم، یه جوری حالت قهرمانانه داره که ببین من چقدر خوب کار کردم که برام یه همچین چیزی هم آوردن. اما نگاه در نهایت اینجاست که به نظرم متوجه میشیم که ما موش نیستیم و پاداشمون هم پنیر نیست. همینجا میتونیم به همین نکته برسیم. حالا الزاماً این نیستش که پاداش مالی همه جا بده یا همیشه منفی عمل کردش، اما نکته این هستش که در واقع خیلی چیزهای دیگه هم هست که میتونیم بهشون توجه بکنیم و شاید نتیجه بگیریم. دو تا مثال دیگه وجود داره که دیگه داخل این کتاب نیست و وقت منم داره به اتمام میرسه. من سریع سعی میکنم که یه مثال کوتاهی بزنم و اون دعوتی هم که گفتم، دعوت به اینه که شاید به این علوم رفتاری، به علوم شناختی و نگاهی که دوستی که ویدیو گذاشته بودن حالا روی قسمت نورولوژی بیشتر نگاه داشتن، به نگاه به ذهن، حالا به هر کدوم از روش‌ها و رویکردها، شاید بتونیم بهتر کار رو جلو ببریم. یه دونه این بیمه 401k هست که یه بیمه‌ایه که توی ایالات متحده برای بازنشستگی استفاده میشه. یعنی افراد موقعی که وارد یه شرکت میشن یه فرمی رو پر میکنن، بر اساس اون فرم یه بخشی از حقوقشون کم میشه و در نهایت حالا بیمه بازنشستگی میشن. این مقدار مثلا حدود 66% بوده در حالت عادی. اما شناخت فضای رفتاری انسان‌ها، شناخت فضای شناختی انسان‌ها تونسته این رو به 92% ارتقا بده. حدود 26 اگه اشتباه نکنم 26% افزایش در واقع ثبت نام توی بیمه بازنشستگی، که خب خودتون بهتر میدونید که چقدر عدد بزرگی هست و چقدر میتونه مؤثر باشه. هم برای خود شرکت مهمه، هم اصلا توی فضای اجتماعی خیلی تاثیر گذاره. اما این اتفاق چطوری افتاده؟ اینجاست که بازم بامزه است و مهمه و جالبه. این اتفاق با یه تغییر خیلی کوچیک و استفاده از یه اصل رفتاری که همه ما انسان‌ها ازش پیروی می‌کنیم، اصل اینرسی انسان‌ها، لختی. یعنی ما اصولاً موقعی که وارد یه فضای جدید میشیم دوست داریم تغییر نکنیم، دوست داریم همه چیز اونجوری که هست باشه تا بعد حالا یواش یواش یه ارزیابی بکنیم، تا بعد بتونیم یواش یواش یه چیزایی رو تغییر بدیم برای خودمون یا اطرافمون. فرم اولیه‌ای که برای بیمه وجود داشته این بوده که اگر می‌خواید بیمه بشید اینجا رو چکین کنید. یعنی شما در واقع آپت این می‌کردین برای گرفتن بیمه.
این آقای ریچارد تیلر که برنده به همین به دلیل همین جور کارا برنده نوبل اقتصاد 2017 شدن و کتاب ناج و میس بیهیوینگشون کتابای خیلی مشهوریه، این رو تغییر میدن با شناختی که از اینرسی انسان داشتن، میگن اینو به جای آپت این بکنیم آپت اوت. یعنی چی؟ یعنی موقعی که فرم، بله موقعی که فرم رو به شما میدن، اگه میخواید خارج شید از این طرح، اینجا رو تیک بزنید. یعنی شما وارد این طرح شدید، اگر دوست ندارید میتونید از اینجا خارج بشید با در واقع تیک زدن همین آپت اوت. یه همچین تغییری برای یه دولت میتونه میلیاردها دلار هزینه داشته باشه. یعنی افزایش 26% ثبت نام تو بیمه بازنشستگی میتونه میلیون ها دلار به راحتی هزینه داشته باشه. اما شناخت رویکرد انسانی، رویکرد رفتاری و رویکرد شناختی تونسته این فضا رو به راحتی پیش ببره. من دیگه از مثال دوم با اجازه دکتر میگذرم و بازم دعوت میکنم همه دوستان رو که نگاه دوباره ای داشته باشن به علاوه بر همه در واقع فضاهای مدیریتی که همه شما بهتر از من میدونید، به نگاه های شناختی، رفتاری و امثال. متشکرم. کم انجام نشده توی این حوزه، به خصوص حالا تو 2-3 سال اخیر که مقدار اقتصاد رفتاری در واقع مهمتر شده توی حوزه های کسب و کار، تحقیق انجام شده توی این حوزه. اما این مثال هایی که من خدمتون اینجا زدم، بازم عرض کردم خدمتون، ممکنه که شما حتی عدد های اینها رو هم تغییر بدید به نتایج دیگری برسید. یا مثلا تو جامعه ای که با فقر خیلی شدیدی روبروه، اون بحث مالی خیلی تعیین کننده تر بشه یه جاهایی. اما نکته ای که وجود داره در نهایت این هستش که ما بدونیم که کار فقط به بحث مالی، یعنی به پاداش مادی و پاداش عددی ختم نمیشه. خیلی 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 انگیزه، حداقل تو بحث انگیزه اگر بخوایم بدونیم، خدا آیاریلی میگه انگیزه یه جنگل خیلی اسرارآمیزه، به همین معنی که شما میگی. و ایشون خودش میگه که من اینجا نیومدم که مثل این مثلا معرکه گیرای سازمانی یه فرمولی به شما ارائه بدم که بله دیگه این از این به بعد دیگه شما این کارو انجام بدین و در نهایت با انجام این فرمول دیگه همه انگیزه ها رو بالا خواهید برد. خیر، اما این یه دریچه متفاوتیه، تنها همینه، شاید بیشتر از این نیست. یعنی منم این دعوتی که به شما کردم دعوت به انجام کار خاصی نبود، دعوت به نگاه از دریچه متفاوته. و البته خیلی از این آزمایش هم داخل ایران تایید شده. حالا عرض میکنم بسته به این عددش و بسته به اینکه، چون این عددها عددهای تعیین کننده ایه، بسته به عددش و بسته به شرایط ممکنه نتایج متفاوتی بگیریم. اما در نهایت باید بدونیم که به جز فضای مالی و مادی، عنصرهای تعیین کننده دیگه ای هم تو انگیزه هستن. خیلی ممنون. خیلی متشکر. من دعوت میکنم حتما کتابو مرور کنید، خیلی هم کتاب طولانی نیست، ولی حداقل یه تغییر مایندستی به ما میده.